مژده ای دل که مسیحا نفسی می آید، مژده ای دل که مسیحا نفسی می آید، که ز انفاس خوشش بوی کسی می آید، که ز انفاس خوشش بوی کسی می آید. خوش آمدیم دوستای نازنین به آموزش خوشنویسی از تلویزیون اصلاح. در این جلسه انشاءالله قراره که حرف کافر با تمام حروف وصل کنیم یا ترکیب کافر قراره کار کنیم. دقت داشته باشیم دوستان عزیز، ترکیب حرف کاف و گاف، کاف یا گاف، کاف خورد یا کشیده، تفاوت نمی کنه دوستان. کافر اگر قرار باشه با الف وصل کنیم، ببینیم کاف با الف بیشه به یالت وصل میکنیم، یک کلانتر وصل میکنم مینویسم به یالت کاف و الف، کاف با الف، کاف و با بر به ای شکل مینویسیم، کاف با ب، کاف با ب کشیده. دوستان تفاوت نمی کنه، ما حالا اگر حرف ب را استعمال می کنم، گفتم اون جلسم که شما می تونیم ب، پ، ت، س تنها به نقطه تفاوت می کنه، یعنی همین کافر با حرف ب، ت، س و پ همین اکنون وصل کرده. کاف با جیم، البته ترکیب کاف همون ترکیب لام را هم شامل میشه، همی سرکش ندیم ترکیب لام، لام با جیم میشه و اگر سرکش بدیم کاف با جیم میشه، مثل که بنویسیم کج، کاف با دال، کاف با ر، کاف با سین، کاف با سینه کشیده، یک نقطه از خط زمینی ما بالاتر باشه. کاف با سات، همه همی قوسا که هست یک نقطه از خط زمینه باید بالاتر نوشته شه. این قسمت هم اگر دقت کنیم یک نقطه بالاتر کامل برو خط زمینه نباید بچسبونه. کاف با تا، کاف با عین، حروفی که وسط خط می نوشتیم پس به اینجی همه حروف وسط خط می نویسیم. همی کاف و تا رو من یک بار کار میکنم، دقت کنیم دوستا به این شکلی، اگر الف می نازم که یک قسمتی رو خمیده تر باشه میایم به اینجی تا خور می نویسیم، تایی که قدیم می نوشتیم و این قسمت وصل نبود و الف تار هم می نویسیم، کاف و تا. دوستو تا به همین قسمت کفایت میکنه انشاءالله تمام پخش آموزش خوشنویسی که در یک شبانه روز پخش میشه به همون سه پیره انشاءالله یا سه بار پخش میشه مشاهده کنیم و بعد از من بنویسیم که انشاءالله یک خط بسیار مقبول و زیبایی داشته باشیم. موفق و کامگار باشیم.